سه سال اول منظورتون کیه؟ دیگه سال 58 که سپاه تشکیل شد، همون اوائل 58. یعنی سال 58 سپاه فرماندارانو رو نصب میکرد؟ عمدتاً که جنگ نبود هنوز. جنگ نبود ولی سپاه بود. سپاه شما گفتی در مناطق پنجگانه که استان پنجگانه که آقای بازرگان مرتب میگفتن اینا در کار ما دخالت میکنن، مربوط به همین بود دیگه. یعنی استانداران آقای بازرگان فرماندارای شما رو میپذیرفتن؟ استانداران بازرگان نه، ولی فرمانداران عمدتاً بوده ما بودن. کسی غیر از این نمیتونه میشه آخه. یعنی آقای سباقیان که وزیر کشور بود از شما فرماندار میپذیرفت؟ خب شما تاریخ از یادتون رفت. آقای مدنی؟ نه یادم نرفته. چرا دیگه؟ آقای مدنی در خوزستان از سپاه فرمانداراشو گرفت؟ فرماندارا اکثر شهرستان ها با ما بود، اکثر بخشدارا با ما بود. حالا شما تاریخ رو برید مراجعه کنید. من که بالاخره نمیگم به اندازه شما، چون شما چیزایی که راجع به خودتون گفتید من هیچ وقت جرئت نمیکنم راجع به خودم این حرفا رو بزنم، اما آشنا هستم بالاخره با ساختار اداره کشور. شما فرمودید دولت رو اداره میکردید، اینکه چند تا فرماندار بذاریم تا اینکه دولت رو اداره کنیم اینا با هم خیلی فرق میکنه. اداره دولت یعنی سیاستگذاری های اقتصادی دولت، سیاستگذاری های فرهنگی دولت، سیاستگذاری های سیاسی دولت. خب اگر واقعا بوده من سوالام از اونجا از شما بپرسم که بالاخره اقتصاد زمان جنگ چی بود، مدیریت زمان جنگ چی بود. چیز نیستیم که. نه چون شما فرمودید بالاخره سوالمو دارم من میپرسم. 40 میلیون جمعیت میخوایم صحبت کنیم، هنرنمایی و تبلیغات هم که نمیخوایم بکنه. شما فرمودید که شما اطلاع ندارید از مسائل اداری، تم از ساختار بروکراسی کشور اطلاع ندارید، نمیشناسید. من گفتم که بالعکس، ما از اولی که در انقلاب شرکت کردیم و بودیم و حضور داشتیم بسیاری از جاهای دولت رو ما اداره میکردیم. بس ساختار سیاست های اقتصادی بس نبوده. شما الان سوالتون اینه که من میگم، من گفتم که سیاست های اقتصادی و اداره کلان دولت رو ما نخیر، من چنین حرفی نزدم. من منظورم این بود که این که شما میگید با ساختارهای اداری و اینا آشنا نیستید، چرا من آشنا بودم. دلیلش هم این بوده که اون اوائل انقلاب اینطور. بله من خب ببینید، ما اقتصاد رو که میخوام اصلاح کنیم باید بنیانها رو درست کنیم. با شکلها که مشکلی حل نمیشه. ما بیام 9 تا فدرال درست کنیم، این یک شکل روش کاره. ما بیام صندوق درست کنیم، این روش کاره. اما تو اقتصاد ما سوالات اساسی مطرحه که باید به اونا پاسخ بدیم. یه نمونهش همین مصرف انرژی است. معادل 4,200,000 بشکه مصرف انرژی داخله. شما هم قبول دارید که این اسرافه، از یارانه جدی هم استفاده میکنه. یارانش هم ناعادلانه توضیح میشه، چون هر کی بیشتر مصرف میکنه بیشتر میبره. پایه بسیاری از پایین بودن بهره‌وری هم همینه، چون بسیاری از صنایع ما با انرژی سر کار داره. اصلا مدیریت منابع آموزش داده نمیشه در روند تجربه آموزی، برای اینکه همه یاد میگیریم اسراف بکنیم، همه یاد میگیریم مصرف بیش از حد بکنید. شما اینو چه کارش میکنید؟ یعنی طرحتون برای این چیه؟ دو، بحث تسهیلات بانکی است. شما میدونید که تسهیلات بانکی مثل رگ در خونه. اینو چجوری توضیح میکنید که همه بخش های اقتصاد کشور رو پاسخ بده؟ دو سال. شما زمان بندی نکنید، ما میخوام بحث کنیم دیگه. چرا شما میخواید قطع بکنید؟ میخوام که توافق هر دو طرف باشه و زمان. من سوال میکنم، ایشون هم جواب میده. من سوال میکنم، استفاده کنید که بله من سوال کردم، نمیخواد پاسخ بدید. من نه، من که پاسخ میدم. بالاخره شما سوالاتی کردید، من پاسخ میدم. چقدر وقت مونده؟ بله، عرض موضوعتون که آقای احمدی نژاد 35 دقیقه تا حالا صحبت کردن بوده و شما 33 دقیقه. در بحث
اینکه ما شکلی برخورد میکنیم، تجربه شما استفاده بکنید. نه تجربه، من برنامه مفصلی دارم، این رو شما میتونید به سایت من هم مراجعه بکنید، این پاسخ سوالاتتون رو پیدا کنید، چون من مفصل عرض کردم میخوام یک انقلاب اقتصادی بکنه. و اگر انقلاب اقتصادی اتفاقا فرم و شکل نداشته باشه، این هم حرفای شعاری میشه که ما میگیم که تحول اقتصادی میخوایم درست کنیم. خب به چه شکلی؟ با چه مکانیزمی؟ با چه برنامه‌ای؟ اتفاقا این که من شکل هم ارائه میکنم بیانگر اینه که هم تئوری وجود داره هم راهکارهای عملی وجود داره. اما در مورد بحث در حقیقت یارانه ها، خب من انتقاد اصلیم به جناب عالی همینه، شما یارانه ها رو بیشتر به سمت مصرف میبرید. ما یکی از ابعاد این انقلاب اقتصادی این است که میخوایم یارانه ها رو به سمت تولید و اشتغال ببریم، که روشن هم از توضیحاتش روشن، یعنی به جای اینکه ما میوه به مردم بدیم میخوایم درخت میوه بدیم، به جای اینکه ماهی بدیم میخوایم ماهیگیری یاد بدیم و قلاب ماهی بدیم. متشکرم. شما میخواد تغییر قیمت ها رو جبران نکنید برای مردم، بهشون کار یاد بدید. نه، ما بین هزینه و قیمت تفاوت قائل هستیم، یعنی ما اول هزینه ها رو کاهش میدیم، این خودروهای بنجلی که درست میشه، این آب گرم کنه و این تجهیزاتی که کارخانجات دولتی به مردم تحمیل میکنن و هزینه ها رو میبرن بالا، ما اول از اینجا شروع میکنیم، نه اینکه قیمت ها رو بیاریم بالا. واقعا اگر مجلس این طرح جناب عالی رو تصویب کرده بود و تورم 60-70% میشد، معلوم نبود چه اتفاقی میافت. کارخونجات رو با کدوم منابع اصلاح میکنید؟ اینا باید نوسازی بشه دیگه. کی الان علاقه مند بیاد نوسازی کنه وقتی انرژی ارزان داره؟ کدوم کارخانه حاضر بیاد سرمایه گذاری کنه؟ این یه اشکال دیگه دولت شماست، یعنی شما امنیت دولت ما نیست، اشکال شما امنیت سرمایه گذاری رو نمیتونید تأمین کنید. من امنیت سرمایه گذاری رو تأمین میکنم، کارآفرینا رو حمایتشون میکنم، کارخونه موجوده از الان سرمایه گذاری های خارجی استفاده میکنم. کارخونه ای که الان موجوده بازدهیش پایینه، شما چطور بازدهیش رو میبرید بالا وقتی انرژی ارزان در اختیارش هست؟ شما اگر امنیت میدادید تو این 4 سال، مطمئن باشید انگیزه پیدا میکردن. الان ببینید کارآفرینان خودشون متعلق به دولت نمیدونن، یه شکاف بین خودشون، ناامنن. مثلا امروز خصوصی سازی میشه، فردا طرف توی هیئت مدیره مثلا راش نمیدن، مثلا میگم. خب ببینید، بالاخره حرفایی که جناب علی زدید یه سلسله ادعاست. جناب رضایی، با همه احترامی که برای شما قائل هستم، ما دولت رو وقتی تحویل گرفتیم 50,000 بنگاه اقتصادی پروانه بهره برداری داشت، الان شده 80,000. این معناش اینه که امنیت اقتصادی بهتر از قبله. اما یه واژه کلی میگیم بعد توش معلوم نیست چی هست، واژه امنیت اقتصادی، به نظرم دیگه برای من و شما خوب نیست که با هم اینجوری حرف بزنیم. ما باید واقعی صحبت بکنیم. قبل از این دولت 50,000 بنگاه بوده، الان شده 80,000 بنگاه. اینا پروانه بهره برداری گرفتن. رشد تولید ما و رشد اقتصادی ما هم که بیشتر از دولت گذشته است. پس چطور میگید این دولت امنیت برقرار نکرده یا بلد نیست؟ من سوالم از شما سوال فنی روشنه. من میگم بنگاهایی داریم به قول شما 80,000 تا، اینا دارن تولید میکنن، اینا قیمتشون بالاست، انرژی ارزان استفاده میکنن، شما میخوای قیمتشو بیاری پایین. چجوری میاری پایین؟ یعنی چه انگیزه ای ایجاد میکنی که این صاحب کارخانه بره ماشینالات جدید بیاره، مصرف انرژی رو بیاره پایین، مدیریتشو بهتر بکنه تا قیمتش بیاد پایین؟ یه سوال خیلی ساده است که ما بتونیم